سلام دوست عزیز، خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای داخل چینل. در این ویدیو میخوایم براتون درباره کپ کانکرر معلومات بتم که شما چه قسم میتونین در سیزن آینده کپ کانکرر به طریقه بسیار آسان و راحت بگیرین. خب اول کانکرر بچه چی است؟ کانکرر که است بلندترین کپ داخل بازی پابجی است که شما باید در جمله 500 بهترین پلیرهای داخل سروره که بازی میکنین باشین تا که شما بتوانین که لقب کانکرر بگیرین. بعد که شما کانکرر گرفتین، بعد برای شما ایقاب عکس میته که فعلا ندارم، در سمت راست بالا میبینین که نام سیزن نوشته میباشه و در پالی از وقتی که سیزن خلاص میشه باز براتان چیره میته. دین قسمت است فکر کنم باز اوکی کانکرر نیست بچه، باز امر قاب عکس براتان میته در پالی از در سمت راست میبینین که نوشته میباشه سیزن 12 کانکرر. و وقتی که داخل یک تیم شما جوین میکنین به شکل مایتک یا متک میگن که اون نفرتون دور میخوره تشین گپس خان میه، و وقتی که شما داخل یک گیم باشین داخل لابی نیم تگتون به شکل چیزا که کینگ ده سرش میه. وقتی که شما کپ کانت کرده بگیرین باید کپتون از ایس بلندتر باشه، یعنی که 4200 ایس شروع میشه. بعد از او وقتی که اول سیزن است امو 4200 که میشوین در جمله تاپ 500 میباشین کپ آسان کانکرر گرفته میتونن، ولی چقدر که سیزن پیش رفته بره امو 500 نفر که یکی دیگه مبارزه کرده میرن کپشن بالا رفته میره که اند 6000 7000 میرسه که باز زیاد مشکل میشه. با کسایی که وقت دارن میتونن که در 3 روز یا 4 روز یا یک هفته اول کپ کانکرر بسیار با آسانی بگیرن. طریقی گرفتنش بشه چه قسم است؟ خب طریقی گرفتن کپ کانکرر، شما باید روزانه بازی کنین. انمی سیزن که خلاص شد پس کپای کلیگی صفر میشه، هیچ کس کانکرر نمی باشه، هیچ کس دیس نمی باشه، کلیگی از پلاتینم شروع میکنه. از پلاتینم 1 2 3 4 5. نه چه قسم کپا پایین میشه؟ کپا بچه به این شکل پایین میشه وقتی که شما داخل از این سیزن که نال 4-5 روزش مونده، مثلا از ما کپ مستگ ایس دو ستاره، نه کپا کلش پایین میشه. به چه شکل؟ به این شکل کپا پایین میشه. مثلا اگر شما کانکرر باشین، اگر دی سیزن کپتان در کانکرر باشه یا در ایس 6 ستاره باشه یا در ایس گولد یعنی 10 ستاره باشه، با شما در پلاتینم 1 میرین، مستقیم در پلاتینم 1 میرین. و اگر شما در ایس 5 ستاره باشین یعنی از 6 ستاره با پایین تا به سلور 6 ستاره در پلاتینم 2 میرین. یعنی که از این ایس فکر کنین که از ایس 5 ستاره تا ایس 6 ستاره در پلاتینم 2 ستین و از ایس 6 ستاره تا به 10 ستاره در پلاتینم 1 سیزن دیگه شروع میشه. و اگر کراون 1 باشین شما در پلاتینم 3 میرین، اگر کراون 2 و 3 باشین در پلاتینم 4 میرین، در کراون 4 و 5 اگر دی سیزن باشین در پلاتینم 5 که بقیه شما قسم خودتان میبینین. کپای کلگی پایین میشه. با سرقی گرفتنش بچه بسیار زیاد آسان است. اگر شما میخواین کانکرر بگیرین در 3 روز 4 روز اول اگر سکواد بازی کنید کمک مشکل تر است، خصوصا در اروپا. کسایی که در کامپیوتر بازی میکنه، اگر در موبایل میتونید در موبایل خیلی راحت تر است میتونید بازی کنین. دوستایی که اف پی بازی کرده میتونن، اف پی هم بسیار راحت تر است. یعنی مشکل ترینش اینه میسته که شما در اروپا بگیرین و تی پی پی بگیرین که یا اسکواد باشه سولو از کلش کرده مشکل است یا دو باشه هر چهار از این مشکل است. خب وقتی که کپا سیزن خلاص شوه کپا دوباره تمامش صفر شوه، اونو بهترین وقت است بخاطر از اینکه شما شروع کنین برای گرفتن کپ کانکرر. امی روز اول بشینی سر گیم زدن کپتون بالا بری یا استا 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 تا به دو روز سه روز اولش در کراون 1 تا به اس میرسین. بعد از اینکه در اوج رسیدین باز شما باید در جمله 500 بهترین سرورتون باشین تا که بر شما لقب کانکرر بده. اول شما چطور میفهمید که جمله 500 بهترین است؟ اول خب باید کپتون از ایس بلندتر بره. وقتی که از ایس بلندتر رفت شما دینی قسمت بیاین سر یوروپ کلیک کنید برتون نشون میده که شما مقام چند مدار از سمت چپ دی پوینک نوشته است که 6.54%، یعنی دمی کل بازیکنای داخل سر اروپا مد تاپ 6% هستم. مگم انال باز تاپ 1% میشه، تاپ 0% میشه تا که در جمله 1000 بهترین که باز باشین نشون میشه که 1001 یا مثلا 900 چندم باز باید در جمله 500 بهترین باشین. در جمله 500 بهترین که آمدین روز در 500 بهترین هستین با شوش برتان کانکرر میته که خیلی براتی گرفته میتونین. هنال بختر از اینکه کب کانکرر رو بگیرین چند استراتژیست که باید خیلی مقبول پیش ببرین که براتور گرفته بتونین. اولش تایمی که شما بازی میکنین
تایم که گیم بزنین بازی میکنین به خاطر رنک اپ کردن دا وقت اروپا بعد از 3 بجه شب باید باشه. یعنی اگه میخواین که یک کار سر نخورین و به راحتی آن بازی کرده بتانین، یعنی نفر زیاد مشکل مخابلتان نبی، بعد از 3 بجه شب و وقت اروپا بازی رو شما شروع کنین و از طرف روز تا هر چقدر وقت که تانستین و پیس از 3 بجه شب، یعنی از ساعت 10 بجه شب و وقت اروپا تا 3 بجه شب و وقت اروپا خرابترین وقت به خاطر رنک اپ کردن است، چرا که دو وقت کل اکرا می باشه، کل بازیکن ها می باشه، چرا که کسایی که ایس است و میخواد کپ کنکرر بگیره و بازی میکنه که در جمله 500 بهترین خود نگاه کنه، باز به او خاطر یعنی خرابترین وقت و مشکل ترین وقت اونمو وقت است که از 10 شب تا به ساعت 3 بجه شب، در 5 ساعت پیش از 3 بجه شب که رنک اپ کنین. اگر رنک اپ میکردین کوشش کنین که هر مسابقه تان اگر یک مثبت هم بگیرین مقصد مثبت بگیرین، منفی نگیرین، چرا که اگر منفی بگیرین باز پس و منفی رو باید جبران کنین که 1 ساعت 1.5 ساعت وقت تان میگیره که خیلی زیاد وقت است. سیف بازی کنین، در نقشه که بازی میکنین در ایرنگل معمولا زیادتر اکر میباشه، کوشش کنین که دیگه نقشه بازی کنین. من خود سن هوک بازی میکنم ولی در نقشه که کوشش فکر در موبایل اگه هستین اکر نمیباشه، میتونین ایرنگل هم برین فقط یک جای گوشه پایین شوین یک مترک بگین که تون برین در کنج نقشه تا وقتی که داخل بازی 15 نفر زنده نمانده یا 20 نفر هیچ از اون جایتان نبرین. یک خانگه که پیدا کنی قرار کمپلکار سرتان پرتین در اونجا قو شوین و کمپ کنین اگه میخواین که منفی نخورین، چرا که اگه جنگ کنین خب 50 50 یا میزنین یا میزنید نه. باز به این شکل شما میتونید کار مسابقه را 15 نفر که مون باز داخل جنگ ما گرفتین اگه مردین بازم شما منفی نمیخورین و برتون مثبت میتا اینا مت 1 روز 2 روز 3 روز آیس آیس کاپیتان بلند میره و خیلی به راحتی شما چیز گرفته میتونید کانکرر دیگه فکر نکنم کلام چیز دیگه داشته باشه. وقتی کانکرر گرفتین یک شب داخل کانکرر بودی قابک عکس برتون داد باز اگر شما کپتان پایین دویا و هر مشکلی که برش پیش شوه کدام گپ نیست، ولی به خاطر از اینکه 4 روز تا سیزن جدید مانده کوشش کنی کپتان بلند ببره، کپتان در بالا نگاه کنی، چرا که هرچقدر کپتان بالا باشه اون مقدر از بالا کپتان شروع میشه، باز هرچقدر کپتان که از بالا شروع شه مثلا اگه در ایس باشین از پلاتینم سه شروع میکنین، در پلاتینم سه که شروع کردین فکر کنید 200 کپ 300 کپ از کسایی که در پلاتینم 4 یا 5 هست شما پیش هستین و باز خیلی براحتی میتونی که رنکاب کنی و احساسی در 3 روز اول بگیرین، در 3 روز اول کوشش کنی که بگیرین، در 1 هفته اول کوشش کنی بگیرین، چرا که باز بعد از او کپا زیاد بلند میره باز قدر اوصله نبیه داشته باشه بختر بازی کردنشو خیلی زیاد برتان مشکل میشه. ده کدام چیز دیگه بچه نداره، فقط انمیز که باید رنکاب کنین سیف فلک کنین در سروره که بازی میکنیم، کسایی که مثلا کمک در اروپا مثلا مشکل دارین بازی کردن میتونید کمک که سخت‌تر است برتون سربرای دیگری گرفته میتونید، در نورت امریکا مثلا در ساوت امریکا اگر دیجا بازی کردن میتونین خب خیلی زیاد آسان است راحت است برتون، مثلا سعی کنید نفر صدام ساوت امریکا در آخر سیزن 5300 است ولی از اروپا که استک نفر آخر 6300 است، یعنی 1000 کپ خیلی زیاد است. کسایی که اف پی پی بازی کردن میتونین کوشش کنید دو نفره اف پی پی برین، اگر تی پی پی بازی میکنین کوشش کنید که اسکواد تی پی پی برین، چرا که از یک نفر و دو نفر که اسکواد آسان تر است کما که در سرور اروپا مشکل ترینش است، بعد از او باز مدالیست است، باز آسیا میتونه برین، اما تو آیست 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 دو سرور سه سرور دیگه است، نورت امریکا ساوت امریکا و ویتنام می سه سرور است که اگر شما پنگ خوب داشتین یعنی خیلی راحت شما کانکرر گرفته میتونین، وقتی کانکرر گرفتید دیگه اون لقب برتون میمونه تا چند سیزن دیگه که داخل بازی میباشین. اینم قدر بود بچه قاب اکس در بین سیزن برتان میتم وقت کانکرر گرفتین و تایتل و گپ سخنی که در پولی نامتان است بزواره برتان داخل سیزن میته. درباره تایتل های کشور کسایی که مثلا میخواین از یک کشور مثلا بیرقتان افغانستان است میخواین که اسکوادون افغانستان رو بگیرین یا ترمیناتور افغانستان رو بگیرین یا این تایتل های دیگر که داخل گیم است اگر میخواین وار بگیرین به خاطر گرفتن از وا شما باید بیرقتان رو چنج کنین، مثلا بیرقتان هر کشور که باشه مثلا از ما افغانستان است هر بازی که کنم تمام مکردتش تمام چیزش فلان به افغانستان میه تایتل باز برتون میده. چه قسم بعد در قسمت سیزن کلیک میکنم، در سیزن که کلیک کردم سمت راست نوشته است ریجن، سر یوروپ کلیک نکنی سر ریجن کلیک کنی، سر ریجن کلیک کردی باز آسیا کشور افغانستان اینجا سمت راست برتون میه، سمت چپ الان مگه که
مدال که سر مدال کلیک کنین و در اینجا کل تایتل هاست. مثلا ما در اسکواد همیشه اسکواد بازی کردیم، در اروپا و در اسکواد که بازی کردیم کلش بیرق افغانستان بود. بخت سر اسکواد کلیک میکنم، من دیگه تایتل دارم، تایتل 53 53 اسکواد ون افغانستان هست که تایتلش فعلا دیگه دارم. و تایتل ها هست که هر هفته بشه دوباره صفر میشه، هر هفته. حالا مثلا من 53 هستم، تو هفته دیگه اگر مثلا 26 رفتم، باز هفته دیگه برام 26 میته. اگر هفته دیگه مثلا من از 53 رفته بودم به 60، هفته دیگه برام 60 میته. که این تایتل اسکواد ون، کسایی که یعنی در اسکواد زیاد برنده میشه، این کسایی که دو نفره، کسایی که یک نفره برنده میشه. و ترمیناتور کسایی که آخرین نفره داخل گیم میکشه، هشتگ ترمیناتور است که میشه 68 تا کشته میشه. در رنک نیستم فعلا. در گنسلنگر کسایی که امرای گنسلنگر فکر کنم بیست که زیادتر کل می داشته باشی. مثلا ما 3184 دانه کل دارم، هیچ درنک نیستم. مثلا کسایی که در تاپ 100 است، آخرین نفرشون 5300 نفر داخل کل سیزن کشته، یعنی جنگ کرده. و هیچ شات کسایی که در سر نفر میزنه نو برسرکر کس دمیجتون است که در کل سیزن مثلا چند دانه دمیج دادین. و نظر به بیرقتون، مثلا در افغانستان ما 5,29,000 دمیج دارم در کل سیزن. به این خاطر من در رنک نیستم. بچه هستم که 1,300,000 زیادتر دمیج دادن. گرنیدیر کسی که گرنید نفر میکشه، سکاونجر کسی که دراپ لوت میکنه، هر چقدر زیاد دراپ لوت کنه مقدر در رنکینگ بالا میری. کلوز انکانتر که از نزدیک جنگ میکنین، اگر میخواستی از نزدیک جنگ کنی رو بگیرین، کوشش کنه ربات بود نفر رو دیگه از دور ناکش کرده، کدوم گپ نیست، نزدیکش بده، از نزدیک رو فنش کنین، باز به اون صورت برتان کلوز انکانتر حساب میشه. و میدلمن کس از رای تقریبا فکر که فاصله 100 متری از این قرار جنگ میکنین، اون رای تقریبا نزدیک. و لانگ شات هم کس که از دور مثلا سنایپ میکنی یا گپ سخن دیگه. که این تایتل هایست که از یک کشور گرفته میتونی. مثلا اگه ده سکواد وین شما، مثلا ده سکواد وین مثلا اگه شما 1000 دانه وین داشته باشین، بیرختن افغانستان است، مثلا دعوال هستین، یک کشور دیگر چک میکنین که مثلا مثلا ده پنجم هستین، ده 1000 وین نفر از او که بالاتر کس ویناش کمتر است، زیادتر است. اگه بیرختن تبدیل کنی بازم ویناتون کلیتان میره. مثلا اگه بیرخت مال تبدیل کنم ده سویدن، انمی سکواد وینم نظر به بیرخت سویدن، نظر به آمار که دوج است، تبدیل میشه پیش از زوا که شاید دوج پایینتر باشم، شاید بالاتر. یا این ویدیو بچه هنوه قدر بود، امیدوار استم که چیزهایی که میخواستم برتان تشریح کنم یک چیز برتان تشریح کرده باشم. اگر برتان مفید تمام شد حتما لایک کنید، امروز دوستاتون شریک بسازین و داخل چینل اگر نوستین چینل سابسکرایب کنید. تا یک ویدیو دیگه، چاو، قربانتان بچم.